سلام به شما بینندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. شیوا محبوبی هستم و برنامه دیگر از برنامه های نیم ساعته برای آزادی زندانیان سیاسی رو خدمتون تقدیم میکنم. در برنامه این هفتمون در رابطه با ایران تریبیونال، دادگاه محاکمه سران رژیم به جرم جنایات دهه 60 صحبت میکنیم. اگر بیننده این برنامه بودین قبلا، حتما صحبت های سخنگویان این دادگاه رو، این کمپین و این کارزار رو در رابطه با چگونگی پیشرفت دادگاه و اصلا چرا به وجود اومد رو حتما شنیدین. اما این بار در که مصادف هستش با 24مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، از دو نفر دیگه از عزیزانی دعوت کردیم که در این نشست ها شرکت داشتن. جهت اطلاعتون، از روز 9 سپتامبر تا 27 سپتامبر در واقع جلسات جانبی که به موازات اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل پیش میره در ژنو برگزار شده، روی موضوعات مختلفی صحبت شده در رابطه با ایران، از جمله نقض حقوق افراد متعلق به گروه‌های مذهبی و عقیدتی، نقض حقوق پناهندگان و مهاجران، نقض حقوق زنان، تاثیر اعدام‌های خودسرانه، حق برخورداری از محیط زیست سالم و نقض حقوق افراد به گروه‌های به خاطر گروه‌های اقلیتی که در ایران هستش و دادخواهی در واقع در ارتباط با کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 که چند نفر از فعالین کارزار سراسری در دفاع در به محاکمه کشیدن رژیم جمهوری اسلامی در این نشست ها شرکت کردند که در رابطه با کشتار سال 67 مشخصاً و کلاً دهه 60 صحبت بکنن. جهت اطلاع عزیزانی که برای اولین بار در رابطه با ایران تریبیونال صحبت ها رو میشنوین، این هستش که خدمتتون بگم همونطور که میدونین در دهه 60 تعداد وسیعی از زندانی، از مردم، زنان، مردان، صرف این که مخالف جمهوری اسلامی بودن، قیافشون طوری بود که جمهوری اسلامی نمیپسندید، فکر میکردن کمونیستن، سوسیالیستن و یا کلا مخالف جمهوری اسلامی هستن، دستگیر میشدن و شکنجه شده و اعدام شدن. مشخصا در سال 67 حدود 5000 نفر در عرض تقریبا یه ماه به جوخه‌های اعدام سپرده شدن و در این رابطه در واقع سپتامبر 2007 بود که خونواده های جانبه در بردگان و خود جانبه در بردگان، زندانیان سیاسی که آزاد شده بودند، تصمیم گرفتن در این رابطه کاری بکنن و اعلام در واقع دادخواهی بکنن به معنی، و به خاطر همون این رو تصمیم گرفتن و بعد یک گروه کار بین‌المللی در سپتامبر 2010 تشکیل شد که یک تیم حقوقی بین‌المللی بود از کشورهای مختلف، 15 حقوقدان ایرانی و حقوقدان سرشناس جهان از کشورهای آفریقای جنوبی، بلژیک، آلمان، کانادا و آمریکا و انگلیس، یک کنفرانس رو، شاید بگم اولین کنفرانس رو، با حضور 12 نفر از اونها در اول اکتبر 2010 برگزار کردن. پس از اون کمیسیون حقیقت یابی تشکیل شد که تمام مدارک، اظهارنامه ها، شواهد کسانی رو که جان به در بودن و یا عزیزانشون رو از دست دادن جمع آوری کردن. این دادگاه مردمی در دو مرحله، اولا در ژوئن 2012 در مرکز عفو بین‌الملل در لندن انگلستان برگزار شد که حدود 80 نفر از بازماندگان و خونواده های زندانیان سیاسی که اعدام شده بودند اظهارنامه در رابطه با شکنجه و غیره دادند از نقاط مختلف دنیا از جمله ایران. و بعد از اون در اکتبر 2010 در دادگاه لاهه بود که در رابطه با رأی این دادگاه صحبت شد، که رأیی که در واقع خود اون حقوقدانان به اون رسیدن این بود که جنایتی که در دهه 60 اتفاق افتاده اینقدر جدی و واقعا فاجعه واره که خود سازمان ملل و سازمان‌های جهانی باید این رو به عنوان جنایت علیه بشریت مورد پیگیری قرار بدن، و یک پیروزی بزرگی بود برای هزاران خونواده زندانی سیاسی که همین حالا هم خیلی هاشون واقعا به دنبال این هستن که بدونن فرزندانشون کجا دفن شده. صحبت در این رابطه زیاد هستش و ما هر چند وقت یک بار
وظیفه خودمون میدونیم در رابطه با این موفقیت بزرگ صحبت بکنیم. اما از اونجایی که اجازه بدیم وقت بیشتر در اختیار این عزیزان قرار بدیم، بریم و با رویا قیاسی، یکی از سخنگویان کارزار ایران تریبیونال صحبت کنیم در رابطه با حضورشون در نشست‌های ژنو و همینطور در رابطه با اینکه ایران تریبیونال چه برنامه‌ای در دست دارن. طبعا اگر سوالی داشتین در این زمینه با کمال میل برای ما ارسال بکنین که در اختیار این عزیزان قرار بدین. اگر کسی هستین که از بازماندگان دهه 60 هستین و یا خانواده‌هایی که عزیزانتون رو از دست دادین، با کمال میل این تریبیون رو در اختیارتون قرار خواهیم داشت که صحبت بکنین. رویا قیاسی، با تشکر از اینکه روی خط تلفن موندین تا این توضیحات رو من خدمت بینندگانمون دادم، خیلی خوش اومدین به برنامه‌مون. سلام شیبا جان، من هم سلام میکنم به شما و همه همکاران عزیزتون در استودیو و تمام کسانی که صدای منو میشنون. سلام مخصوص دارم به مردممون که در ایران هستن و امیدوارم که روز خوبی رو گذرونده باشیم. رویا قیاسی، شما در یکی از سخنگویان ایران تریبیونال هستین و در این حال خواهرتون رو از دست دادین در دهه 60 و در نشست های کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به عنوان همینطور خانواده یک جان باخته شرکت کردین. کلن ارزیابیتون چیه؟ به نظر شما حضور شما اونجا، و میدونم دوستان زیادی از ایران تریبیونال که اونجا بودن، صحبت ها چه تأثیری داشت، استقبال چجوری بود و کلن هدفتون از این نشست ها و یا حضور در این نشست ها چی هستش؟ خب من فکر میکنم که جنایت به قدری وسیع بوده که هرچی ازش سخن گفته بشه کم هسته و هر کجا ازش سخن گفته بشه موقعیتی هست دوستانی جمع میشن. به هر حال سازمان ملل خیلی از دوستان در اسنا نقاط کشور و جهان برنامه رو نگاه میکنن، گوش میدن و ما وظیفه خودمون میدونیم هر تریبونی که در اختیارمون قرار میگیره مسائل خانواده های جان باخته ها رو و اونچه که بر سرشون گذشت مطرح کنیم. و دو موضوع هست که به نظر من حائز اهمیت، یکی اینکه این فاجعه به فراموشی سپرده نشه و دیگر اینکه کسانی که تا کنون سکوت کردن و حرف نزدن ازشون میخوایم که مطالبشون رو بیان بکنن، مراجعه کنن به ما، سایت ما هست، اینفو داریم، نامه بنویسن، با ما رو خطاب قرار بدن. ما هدفمون اینه که این جان باختگان به فراموشی سپرده نشن. خیلی از کسان هستن که هنوز اسمی ازشون نیسته و یا سخن نگفتن، حالا به شاید علت امنیتی داشته باشه و یا شاید درد اونقدر بزرگ هست که نمیتونن راجبش صحبت کنن، ولی بیان این مطالب باعث میشه که این دوستان بیان و به ما بپیوندن، چون اینا باید ثبت بشه. هر کدوم از این شهادت ها، هر اسم یک زندگی رو پشت سرش داره، یک خانواده رو پشت سرش داره و ما به این علت مطرح میکنیم، صحبت میکنیم. یک مسئله دادخواهی کسانی که جانشون رو از دست دادن، این وظیفه ماست به عنوان خانواده جان باخته که مدعی حق و حقوق اونها باشیم و دیگر اینکه خودمون به عنوان یک خانواده میبینید که حق و حقوق خانواده ها هم ضایع شد. بسیاری از خانواده ها جانشون رو در این رابطه از دست دادن و اینها مسائلیه که باید مطرح بشه، باید ثبت بشه و به دادخواهی کشیده بشه. مسئله ایران تریبونال مسئله این که ما مسائلمون رو به این شکل که شاید قبل از این خانواده ها قدری پراکنده بودن، الان با توجه به این پیروزی بزرگی که ما به دست آوردیم و ایران تریبونال به دست آورد، سعی میکنیم که خانواده ها رو با هم جمع کنیم، یک صدا بشیم. اگر زمانی میگفتن که ما اطلاع نداشتیم از این کشتار، الان ما به همه جا میریم، به سازمان ملل رجوع میکنیم، به اجلاس های جانبی میریم، به خود سالن مرکزی سازمان بین‌المللی میریم و اونجا مسائلمون رو مطرح میکنیم، خواسته هامون رو میدیم تا اینکه صدای ما به گوش کسانی که شاید تا کنون ادعا میکردن که نشنیدن، این بار با حضور ما، با شهادت ما دیگه نمیتونن بگن که نشنیدیم و یا نذاشتن به گوش ما برسه. بله، در همونطور که به درستی اشاره کردیم، ببینید زمانی که این قطعنامه صورت گرفت، خب عملا خانواده ها هیچ صدایی نداشتن و دیدیم که امکان پذیر هستش حتی زمانی که
رژیم سر کار هستش، یک دادگاه مردمی برای اولین بار صدای این خانواده ها رو به دنیا برسونه و خود حضور در این نشست ژنو این رو نشون میده که این مسئله هرچه بیشتر مطرح شده. خودتون ارزیابیتون چیه؟ آیا فکر میکنین کسانی که در اون نشست های ژنو بودن صحبت های شما رو قبلا شنیده بودن، اصلا خبری داشتن از قضیه دهه 60 یا نه؟ من فکر میکنم شاید بعد از دو دادگاه که برگزار شد در لندن و در لاهه، شاید بشه گفت که خیلی از کسانی که تاکنون حتی کوچکترین مطلبی از این موضوع، از این فاجعه نشنیده بودن، خبر پیدا کردن. ولی هر بار که ما صحبتامون رو مطرح میکنیم، هر بار که اسناد رو نشون میدیم، عده‌ای میان و میگن ما شنیده بودیم ولی شدت فاجعه و بزرگی فاجعه رو هنوز ما نفهمیده بودیم و این مسائل باعث شد که ما به این پی ببریم که چه فاجعه ای اتفاق افتاده و هر چی میگیم کم گفتیم. این نتیجه یه که من گرفتم و یا کسانی که صحبتهای ما رو شنیدن و این حرکت ما، این گفتار ما باعث شد که اونها به سخن بیان، مسائلشون رو مطرح کنن، اسامی جانباخته هاشون رو بدن به ما. از بعد از برنامه لاهه تا کنون بسیاری از خانواده ها به ما مراجعه کردن، زندگی نامه فرستادن، شهادت نامه های خودشون رو ارائه دادن. این اثری بود که ما اونجا متوجه شدیم. من یک موضوع رو دوست دارم اینجا مطرح کنم. زمانی که توی این سخنرانی ما، من برگشتم گفتم الان ما از خانواده و خواهران خاوران میشنویم که چه چیزهایی دیدن و صحبت از خاوران بود و چگونگی پیدا کردن این جان باختگان دهه سال 67 رو. سالن بغض عجیبی گرفته بود و صدای کسانی می اومد که اشک می ریختن. بعد از برنامه که من به اونها مراجعه کردم و پرسیدم چرا این صحبت ها به این شدت روی شما اثر گذاشته، مطرح کردن که کسی از خانوادهشون یا مادر یا پدر یا برادرشون در این کشتار سال 67 بودن و با بازگو کردن این مسائل خاطرات اونها هم زنده شده و بعد از اون بود که تصمیم گرفتن سخن بگن و در مورد مسائلی که بهشون گذشته حرف بزنن و یک صدا، یک نفر، یک جان باخته و یا یک زندگی نامه، همه اینها سندی است اضافه بر اسنادی که ما تا کنون در علیه این جمهوری اسلامی جمع‌آوری کردیم و امیدوارم که مردم همکاری کنن و بیان. این از طرفی غم‌انگیزه که ما هر جا صحبت میکنیم کسانی به ما وصل میشن، یعنی هنوز کسانی هستن که اسمشون ثبت نشده و این باعث ناراحتیه چون ابعاد فاجعه بزرگتر میشه، ولی از طرفی باعث قدری دلگرمی خانواده هاست که همه به هم وصل شدیم، همه به هم پیوند خوردیم تا نگذاریم جنایت ادامه پیدا کنه و این که نه فراموش میکنیم، نه فراموش کردیم، نه میبخشیم و اینها رو ما به پای میز محاکمه خواهیم کشید. بله، به نکته جالبی اشاره کردین. در واقع دادگاه مردمی ایران تریبونال، این که به اجرا در اومد و این که هنوز داره این اسناد رو جمع‌آوری میکنه، به یه معنی جرأت داد به خانواده زندانیان سیاسی، جانباختگان و جانبدربردگان که صحبت بکنن و احساس کنن در دنیا صداشون شنیده میشه و حضور شما طبعا در جاهای مختلف این جمع رو، این آگاهگری رو بیشتر میکنه. سوال آخرم خدمتتون این هستش که ایران تریبونال خیلی موفق پیش رفته، برای اولین بار رژیم رو در حالی که در قدرت هستش به محاکمه کشیده. در حال حاضر برنامه ایران تریبونال به چه صورت هستش؟ اشاره کردین که مردم تماس بگیرن و در رابطه با عزیزانشون صحبت بکنن که شما بتونین اسناد بیشتری جمع آوری کنین. برنامه‌تون چی هستش؟ آیا برنامه‌ای در دست اقدام دارین و به چه صورت روند کار؟ بله، ببینید، یک قسمت از کار همون جمع‌آوری اسناد، قسمت دیگر شناسایی کسانیه که در این جنایت دست داشتن. مثلا من خودم از خودم بگم، ما زمانی که خواهرم رو اعدام کردن نمیدونستیم که قاضی این دادگاه و چه کسی بوده و چه کسی حکم رو صادر کرده.
وقتی که دوستان به ما میپیوندن این اسناد رو جمع میکنیم، این افراد شناسایی میشن و ما پیگیری میکنیم که الان کجا هستن، چه کار دارن میکنن و در چه موقعیتی هستن، هنوز کجاها در اینها در مسند قدرت هستن که شاید شناخته نشدن و اسمی ازشون نیست. اینها رو میشه، اینها رو ثبت میکنیم و قصد پیگیری کردن و دنبال کردن اینهاست که مبادا نامی از این جانیان که دستشون به خون این ملت آغشته است پنهان بمانه. این کمکی است که ما از مردم و از خانواده جان باختگان میطلبیم و هر کسی رو در هر کجا میدونن مسئولیت بر عهده داشته در شکنجه ها یا قاضی دادگاهی بوده در شهرهای کوچک که به قول معروف یه مقدار کمتر صداش رسیده، خواهش میکنیم که به ما وصل بشن. اینها هم داره ثبت میشه، زندگی هاشون داره ثبت میشه، کجاها هستن، چه کار دارن میکنن، که اسنادشون جمع بشه و ما بتونیم تک تک اینها رو به پای میز محاکمه بکشونیم. این بخشی از به اصطلاح کار جدا از اینکه زندگی نامه یک کسانی رو که جانشون رو در این راه از دست دادن، کدوم زندان ها بودن، چه شکنجه های شدن، چه بر اونها گذشت و یا تاریخچه از زندگی اونها، به چه چیزهای علاقه داشتن، چه موسیقی گوش میکردن، اینها چیزهایی هستن که حرف به اون. ما الان یه نام داریم ولی این نام یک انسان پشتش خوابیده، یک خاطراتی داره، یک علایقی داشته. اینها رو ما میخواییم بدونیم و اینها ثبت میشه، جزء اسناد ما میشه. و اینکه خب حالا روند کار ایران تریبونال بعد از این دو دادگاه به پایان نرسیده، الان من نمیخوام اینجا اعلام بکنم ولی به زودی اعلام خواهد شد که به چه شکلی به کار ادامه خواهیم داد. مسلماً کسی که این مسئولیت رو بر عهده داره اعلام خواهد کرد و بعد از اینکه تصمیمات گرفته شد، شیوه کار و روش کار به طور علنی به اطلاع تمام دوستان میرسیم و تمام کسانی خانواده های جان باخته در این راه، در این حرکت با ما هستن و همکاری میکنن. ازتون خیلی تشکر میکنم رویا قیاسی و خوشحالیم که ایران تریبیونال همچنان با قدرت داره کارشو ادامه میده. خیلی ممنون. منم از شما ممنون هستم و از برنامه‌تون و از تمام کسانی که در ایران صدای منو میشنون خواهش میکنم که کوچکترین اطلاعی در رابطه با این رژیم دارن به ما بدن، اسنادشون رو ارائه بدن. اینها سندهای جنایت این رژیم است، باشه تا روزی که ما تک تکشون رو پای میز محاکمه بکشیم. تشکر از شما. بینندگان عزیز، گفتگومون رو شنیدیم با خانم رویا قیاسی، یکی از سخنگویان کارزار ایران تریبیونال و یا دادگاه مردمی محاکمه سران رژیم جمهوری اسلامی به جرم جنایات دهه 60، که ایشون در رابطه با حضورشون در نشست جلسات جانبی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو صحبت کردند. اما در این بخش برنامه با دوست دیگری صحبت خواهیم کرد، خانم ژاله تبریزی که ایشون فعال حقوق بشر هستند و در این جلسات شرکت کرده بودند. خانم ژاله تبریزی، امیدوارم صدامون رو داشته باشین. سلام میکنم خدمتتون، خیلی ممنون. میدونم خط تلفنیتون یه مقدار صدا ضعیفه ولی امیدوارم بینندگانمون صداتون رو داشته باشن. خواستم سوال کنم ازتون، شما طبعا فعال حقوق بشر هستین و در یک ظرف دیگه اونجا رفته بودین، نه از طرف کارزار ایران تریبیونال، اما اونجا که حضور داشتین، صحبتهای این دوستان رو میشنیدین، کلن چطوری بود؟ چه تأثیری داشت؟ آیا برای اولین بار بود که در جریان بودین یا نه؟ میشه لطف کنین یه تصویری به ما بدین؟ برنامه که ترتیب دادید. البته من این برنامه رو قبلنم در رابطه با تریبونال دنبال میکردم، از اول دنبال میکردم فایل رو، ولی واقعا اون جلسه که ما داشتیم بود که در سازمان ملل گذاشته بودن، ما نیز اونجا کارزار داشتیم، یعنی در رابطه با حقوق بشر برنامه جلسه داشتیم، من هم جزء شرکت کننده اومدیم شرکت کردیم، نه تنها من، دوستان دیگه هم شرکت کرده بودن. من واقعا خیلی سنگین بود، جلسه خیلی سنگین بود. باید کنی وقتی حتی جلسه تمام شد هیچ که نمیتونست از روی صندلی بلند شه. تقریبا چند دقیقه همینجوری هم بلیده بودن، هم دیگه رو تماشا میکردن. صدای مادرها واقعا میلرزان جلسه رو،
همه گریه میکردم. من اولین جلسه بود که سازمان ملل تقریبا سالهاست اونجا کار میکنم و اولین جلسه بود که من به اون شکل دیدم خیلی تاثیر داشت رو مردم و تحقیل ناراحت بودم. من آقای نشسته بود میگفت من سالهاست تو خارج هستم و اینو شنیده بودم ولی من نمیدونستم ابعاد فاجعه به این شکله. اون هم گریه میکرد واقعا خیلی دردناک بود جلسه. در تحمل ما خیلی کم شده بود همه بعد یا واقعا زدن در وقت با این مسئله گریه میکردن. میگم تأثیرش این بود که من فکر کنم نشون دادن که کسانی که برای رابطه فعال میزن نشون دادن که همگیری مسئله را ول نمی کنن. یک بعد خاطره این جان باختگان نباید فراموش بشه، همیشه با ما خواهند بود و من فکر میکردم که باید ادامه داد. واقعا خیلی سخت بود به همه جان دیدن عکس های این جان باختگان دل آدم رو میلرزون. جوانها، زنها، دخترها، پسرها و همه اینا که مثلا سن کم سن و سال بودن ما واقعا متاثر کننده بود. برای من یکی واقعا دوباره مسئله زنده شد چون اون موقع ما همه تو ایران بودیم. بله. خانم جاله شما گفتین که قبلا هم در این رابطه اطلاع داشتین اما فرق میکرد. سالها دارین تو این جلسات شرکت میکنین ولی برای اولین بار بود که در واقع شما این صحبت ها رو از زبان کسانی میشنیدین که خودشون عزیزانشون رو از دست داده بودن و تأثیرش رو گفتین که چقدر سنگین بود. به عنوان یک فعال حقوق بشر دوست داشتم نظرتون رو بپرسم در رابطه با اهمیت وجود دادگاه ایران تریبیونال و فعالینی که در جاهای مختلف دارن شرکت میکنن. بفرمایید. بله، اینو درست میگین. ما شنیده بودیم اینا فرق میکنه با کسی که روبروی شما قرار گرفته و داره اطراف میکنه به مسئله، داره صحبت میکنه از مسئله و تشکیل میکنه اتفاقاتی که افتاده. خیلی مهمه، واقعا مهم بود. ولی اینها هم من فکر کنم چقدر اینا واقعا فعال هستن و من ازشون تشکر میکنم. برای به خودم من یک فعال حقوق بشر واقعا از نایلا تشکر میکنم. خیلی کار کردن، خیلی زحمت کشیدن، این مسئله رو پیش بردن. شاید فکر کنم من فکر اصلا یه روزی فکر نمیتونستیم بکنیم که مسئله به این حد پیش بره، مسئله اینقدر دادگاه ها کشیده بشه و این مسائل در همه مثلا دنیا پخش بشه و الان ما اینو میبینیم و واقعا این امیدوار کننده است. من براشون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که همچنان ادامه بدن تا اون چیزی که خودشون گفتن که ما روزی اونها را به دادگاه میکشیم. خانم تبریزی طبعا شما با حضورتون در این برنامه به عنوان کسی که اونجا چقدر تحت تاثیر قرار گرفتین، خودتون فعال حقوق بشر هستین، طبعا خود شما دارین کمک میکنین به این که تعداد بیشتری از مردم صدای این مادران و پدران رو بشنون. ازتون خیلی تشکر میکنم که در این برنامه شرکت کردین. خیلی ممنون. بله بینندگان عزیز، گفتگوم رو شنیدیم با خانم جاله تبریزی، فعال حقوق بشر و یکی از کسانی که در نشست های جانبی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شرکت داشتن و عمق این فاجعه رو، فاجعه دهه 60 رو از زبون خونواده ها و جان به در بردگان در واقع میشنیدن. شما عزیزی که دارین این برنامه رو میبینین، من دوست دارم ازتون سوال کنم آیا در رابطه با ایران تریبیونال، دادگاه ایران تریبیونال، دادگاه به محاکمه کشیدن سران رژیم به جرم جنایات دهه 60 شنیدین؟ آیا خبر دارین در واقع این دادگاه تشکیل شد، برگزار شد و رأی خودش رو صادر کرد؟ شاید اگر در دهه 60 یکی می اومد به این خونواده ها میگفت که یک زمانی میشه، حتی زمانی که جمهوری اسلامی سر کاره، شما بتونین بیاین در رابطه با جزئیات شکنجه ای که شدین، جزئیات گم کردن و از دست دادن بچه هاتون صحبت کنین، هیچ کسی باور نمی کرد. اما به قدرت و به نیرو و اراده خود این خونواده های جان باختگان و جان به در بردگان
و خانواده های زندانیان سیاسی، این امر در واقع به عملی شد و دیدیم که خیلی پیروزمندانه دادگاه مردمی ایران تریبیونال برگزار شد. از شما عزیزان میخوام که با ما تماس بگیرین، این موضوع مهمیه که بیشتر در رابطهش صحبت خواهیم کرد و عکس ها و فیلم هایی رو هم از همین نشست دیدین، امیدواریم در برنامه های آتی بیشتر در موردش صحبت کنیم. با آرزوی بهترین ها برای شما، شب و روزتون خوش.